بسم الله الرحمن الرحیم سلام میکنم خدمت شما شاگرده عزیز و گرامی ما عبدالله رضایی استاد مضمون ریاضی شما شاگرده عزیز و گرامی را خوش آمدید میگم به برنامه خودتان یعنی برنامه مکتب هادی و بسیار خوشحال هستم که در خدمت شما عزیزان میباشم شاگرده عزیز به مضمون ریاضی خیلی خوش آمدین خب شاگرده عزیزی صنف نهم ما شما ریاضی را میخوانیم درست است فصل چندم هستیم فصل چهارم عنوانش هم چی است مثلثات مثلثات چی بود ساین ایکس کوساین اکس, یا الفا فرق نمیکنه کنه ساین کوساین تانجانت کوتانجانت و در رابطه با یک زاویه الفا بتا تتا فرق نمیکنه کنه نه میتونیم رو با ایکس هم نشان بدیم ساین ایکس کوساین فرقی نمیکنه. پس ساین یک زاویه کساین یک زاویه تانجانت و کتانجانت یک زاویه رو ما میگیم چی نسبت های مثلثاتی البته ما, ما باز بعد، و شما باز در سال بعد در صنف 10 و 11 سکن و کوسکن هم میخوانیم فعلا فقط همین چهار ما و شما باید یاد داشته باشیم. ساین ساین الفا کساین الفا تانجانت الفا و کتانجانت الفا اما درس امروز ما و شما چی است معادلات مثلثاتی اگر یادتان باشد ما و شما در درس گذشته دایره مثلثی برای شما تشریح کردیم و گفتیم که دایره مثلثی چی است و دایره مثلثاتی به ما و شما کمک میکرد که ما و شما بتانیم زاویه هایی که از 90 درجه بیشتر باشد ساین کساین تانجان و کوتانجان شد دریافت کنیم درست است خب شاگرد عزیز قبلی که بریم سر تخته و بگیم معادلات مثلثاتی چی است و چی رقم کار میشه سوال هم داریم 100 صدف هم و کارخانگی هم داریم و چه رقمی رو باید کار کنیم کارخانه درس گذشته را که من سر تخته براتون نوشته کرده بودم باید با ما روان میکردید در طریق چی از طریق واتس اپ هم چند است 20964 درست است خب شاگرد عزیز میریم سر تخته و معادلات مثلثاتی را میگیم که به چه شکل میباشد و چه رقم باید ما او را کار کنیم درست است پس بریم سر تخته خب شاگرده عزیز درس امروز ما با شما معادلات مسلساتی است درست است؟ پس من نویشتن میکنم معادلات مثلثاتی شاگرده عزیز معادله هر خون بفاهمیم ما با شما خوندیم دیگه نه معادله به عنوان مثال معادله الجبری یا تا نفس دیگه نه دو اکس جمع سه مساوی است و به عنوان مثال چند شود؟ بنوان مثال شوه 6. است. دوی زب در چند جمع میشه شش یور گفته جوابش دریافت کن به جای x ما شما باید یک قیمت وز کنیم دیگه یک عدد وز کنیم که زب در دو شوه جمع سه جواب شوه 6. او ما چند است X ما شما چند است X ما شما یک اشاره پنج است نه ما شما اگر یک اشار پنج دوی در چند میشه میشه سه سه سه, سه جمع شوه؟ میشه شش پس چی میشه حل میشه پس معادله الجبری رو خو یاد داریم به این میگیم معادله الجبری یک مجهوله درست است و درجه اول هم است چون توان متحول ما و شما یک است خود یاد داریم آل و وقتی میگه جواب دریافت کن یعنی ایکس تو بگو چه عدد چه قیمت ما کنم که در افاده ما با قیمت کنم و این عملیات ریاضی رو انجام بدم مساوی برقرار یا رو یاد داریم اما معادلاتی که در اون ما چه داشته باشیم ساین داشته باشیم کوساین داشته باشیم تانجان یا کوتانجان یعنی نسبت های یک تا یا چند تا چه نسبت های مثلثاتی داشته باشیم ده دا به با اون میگه معادلات مثلثاتی درست است حالا اون رو چه رقم کار کنیم به عنوان مثال به عنوان مثال دو تا دو ساین ساین ایکس جمع یا منفی منفی یک مساوی است با صفر صحیح دو ساین ایکس منفی یک مساوی است با صفر ما و شما باید به جای یک یک عدد یک عددی واسه کنیم یک قیمتی واسه کنیم البته قیمت ما و شما باید بر حسب درجه میتونه باشه بر حسب رادیان هم میتونه باشه صحیح چون سین از رو خوایم دریافت کنیم صحیح شد پس ما و شما باید یک تا چی کنیم یک تا دای دا زاویه به جای ایکس بونیم که ساین از رو دریافت کنیم ضرب در دو, دو کنیم منفی کنیم جواب شود صفر خب شاگرد عزیز در معادله مثلثات بی ای ایکس میگیم متحول اصلی که ما این باید دریافت کنیم و به ساین x میگیم چی متحول فرعی درست است چون ما متحول فرعی رو باید ب... اول متحول اصلی رو باید ب... پیدا کنیم بعد ساین از رو دریافت کنیم و چی شوه و معادله چی این عملیات ریاضی رو انجام بدیم بالای از و مساوی برقرار شود. درست است پس معادلات مثلثات میگیم معادلاتی که ما درو چی داریم یک تا یا چند تا نسبت مثلثاتی داریم ساین کوساین تانجانت کوتانجانت فرق نمی کنه هر کدومش درست است؟ پس معادل مسلساتی معادلاتی که در آن یک یا چند نسبت مسلساتی موجود باشد خب آلی و گفتیم به ای این, این, این ساین ایکس باشد یعنی ایکس ما شما چی میشه؟ یعنی متحول اصلی است و یعنی ساین یا کوساین تانژانت هر کدام باشه و میشه متحول فرعی حالی چرا خواهم کار کنیم یارا؟ شاگرد عزیز من ایر پاک میکنم و طریقه کار کردن براتون میگم. پس معادلات مسلسی در فا میدیم چی عزیز روش حل معادلات مثلثاتی دقت کنید ما معادلات مثلثاتی ما باید ساین کوساین تانجان هر کدام بود او را تناک نگه داریم در دا یک طرف تساوی دیگار کلش ببریم ده او بر مساوی به عنوان مثال پس من کار امیر سوال کار میکنم دو تا ساین ایکس منفی یک مساوی است با صفر پس متحول در کتاب ما و شما نوشته که متحول فری را یک طرف دیگه نگه دار دیگار کلش بر ببر اما دیگه متحول فرعی هم ساین ماست یعنی منفی که ما دو بر انتقال بدیم علامه چی میشه مثبت آفرید پس این میشه دو ساین ایکس مساوی است با یک مثبت صحیح عالی. علی به ساین ما و شما چند است دو است اطراف تقسیم بر چند میکنیم تقسیم بر دو میسازیم آفرید پس ما اطراف تقسیم بر دو میسازم اینم تقسیم بر دو پس این دو که دو خلاص میشه و تبدیل به چی میشه؟ میشه ساین x مساوی است با یک بر دو پس اینی شد چی؟ به شک ما تانیسیم چی تبدیل کنیم؟ این معادله رو به شک تبدیل میکنیم پس در معادلات مثلثاتی ما و شما شاگرده عزیز باید چی کنیم؟ باید حتما ساین بود، که ساین بود، تانجان بود، کتانجان بود فرق نمیکنه او رو در یک طرف تساوی نگه داریم دیگار کلش در او انتقال بدیم. درست است حال ال خو رو یاد دارن که دو انتقال داده شوه علامه مثبت منفی میشه منفی باشه مثبت میشه و اگه ضریب داشته باشه تقسیم بر ما عدد میکنیم که اختصار شو. درست است پس ما و با شما باید به با چنین چیزی برسیم پس با چی میکنیم با همون عملیات که یاد داریم ساده میکنیم اختصار میکنیم ما ساین ما یک طرف و اون طرف ما و شما یک عدد باید شوه درست است پس به حالت کلش به این شکل است حالت یک شاگرد عزیز دقت کنید به شک رسیم باید معادلات مثلثی ما و شما به شکل ساین ایکس مساوی با یک الفا شوه یا بگیم یک ببخشید یک الفا نه یک عدد یک عدد ما با کم می‌گیریم. به عنوان مثال یک تی می‌گیریم. فرق نمیکنه ساین ایکس ما و شما یک تا مثلا چی شوه یک عدد شوه تی فیس اون متحول است که نامش تی گرفتیم یک عدد به عنوان مثال ال تی ما و شما چند است یکی بر است خب بعد باید چیکار کنیم بعد بس حالت یک است ما سه حالت داریم در دا معادلات مثلثی ما هر سهش برتون میگم ولی معمولا یک و دوش سوال در کارخانه که امتحان سوال یک و دو اومده حالا سه هم ممکنه بیاد ولی خب من برتون میگم پس حالت اولش چی است ساین باید ما بعد از اختصار کردن به این حالت میرسیم ساین X مساوی با یک عدد با نام سال ساین X مساوی است با یک بر دو بعد باید بیایم چی کنیم از جدول مثلثاتی باید بفهمیم که اینی یکی بردوی ما و ما و شما ساین چه زاویه یکی بردو میشه امو جدل مثلثاتی یا تلفن یا امو چی امو جدل که برتون گفتیم سی 45 60 باید حفظ داشته باشین درست است ساین چند درجه یکی برده بود ساین سی درجه درست شد فامیل چه رقم است دیگه پس ما و شما اگر بگیم x مساوی با سی درجه صحیح میگیم نه خیر تنها سی نیست اگر یادتان باشد ما و شما چیکار کردیم ما و شما گفتیم که دایره مثلثی درس بیش براتون گفتم دیگه نه گفتیم دایره مثلثاتی دا... چی هست یک وسیله است که ما و شما میتونیم زاویه بیشتر از 90 درجه رو دریافت کنیم و دیدیم که ما در درس گذشته اگر یادتان باشد دیدیم که ساین 150 درجه هم چی میشه چی میشه یکی بر دو میشه پس جوابش هم سی درجه است هم 150 درجه باز دیگه هم داریم پس اصلا میگیم چی است معادلات مثلثاتی پریودیک است یعنی چی است ما شما میتون دا دا دایره مثلثاتی توالی هی بچرخیم از 360 تر شویم دو تا دو دو, 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 تا دور کامل دور دا دایره بزنیم صحیح پس زاویه های جوابه خیلی زیاد لایتن جواب داره پس به با خاطر باید ما حالت اول به شک میگم اگر ساین ایکس سای با یک عدد شد بعد اختصار کردن ما و شما باید چیکار کنیم یعنی ساین رو خودش نوشتن میکنیم و اینی تیره ما و شما باید چی کنیم؟ باید بگیم که بفهمیم که چه زاویه‌ای ساینش چی میشه؟ امی عدد میشه پس یه با ساین الفا نشان میدیم سیست با نان مثال ما شما اینجا چی میکنیم؟ اینجا ما و شما این ساین خودش نوشتن میکنیم ساین نوشتن میکنیم حالا میگیم یکی بر دو ساین چه زاویه یکی بر دوست؟ نوشتن میکنیم ساین سی درجه ساین سی درجه سایست؟ پس ساین سی درجه چی میشه؟ یکی بر دو پس به جای یک بردم ساین سی درجه نوشتم میکنم آل چی میکنیم در اینجا شاگرد عزیز در اینجا ما میایم یعنی ساین که ساین اختصار میکنیم پس فقط میمونه چی ایکس با الفا در خیر فرمولش به این است ما باید به شکل برسیم پس این اختصار خط نزنید شما شاگرد عزیز پس بون ما فرمولش رو دیگه نوشته کنم فرمولش به این میشه رابطه که بین ایکس و الفا وجود دارد چون ساین است میشه دو کپی دو کپای مثبت الفا و حالت دو حالت دارد و ایکس مساوی است با دو ک پای مثبت پای منفی الفا که ک ما و شما چی است ک ما و شما شامل زید است اعداد چی اعداد چی تام در هر دو حالت که چی است که شامل زید است این فرمول باید یاد داشته باشید پس به شکل رسیدیم ساین x مساوی با تی رسیدیم یعنی تی یک عدد است به عنوان مثال اینجا ساین یک با یک بر 2 1 ساین چیزا 1 بر است ساین سی درجه یک بر است صحیح شد عالی رابطه بین x و سی درجه شاگرد عزیز در, در درس دو درس, درس گذشته ما و شما گفتیم که سی درجه رو برای چی بر رادیان باید تبدیل کنیم بر رادیان چی میشد بر رادیان سی درجه میشه پای بر 6 صحیح پس به جای درجه پای بر 6 هم نوشته کنیم پس ساین سی درجه یا ساین پای بر 6 کنیم ولی در صنف ده و یازده که میخوانیم از این باید استفاده میکنیم صحیح است؟ حالا ما با, با او خاطر به شما گفتم که سی درجه به رادیان تبدیل کنیم پای بر 6 میشه و طب قضیه فرمول پیش میریم اکس ما و شما چی میشه؟ دو حالت دارد اکس ما و شما میشه دو کپ دو کپای مثبت الفا الفا ما و شما دقیقاً امیس انمی زاویه که ما و شما تا نسیم دریافت کنیم چند است همون الفا ما شما است دو کپای جمع 30 درجه صحیح یا دو کپای جمع پای بر شش فرق نمیکنه صحیح پس به جای سی درجه بهتر از پای بر شش کنیم چون ما و شما اینجا در خود فرمول چی داریم پای داریم یعنی زاویه ما و شما بر حسب چی است بر حسب رادیان است جواب ما شما پس به جای سی درجه بهتر نوشته کنیم دو ک پای جمع الفا ما شما پای بر شش شد صحیح که ک ما شما شامل چی است؟ شامل اعداد تام است و حالت دومش میشه میشه دو یعنی می می دو. دو است دو, دو ک پای جمع پای منفی الفا منفی سی درجه یا میتونیم نوشته کنیم چی؟ گفتیم دو که پای جمع پای منفی الفای ما و شما پای بر شش بود سیست که کم شامل چی هست؟ شامل اعداد تام است. خب معنیشی است شاگرد عزیز وقتی که معادله مثلث داریم ما یک بار دیگه باز تشریح می‌کنیم معادلات گفتیم بعد اختصار کردن ما اگه به چنین حالت یک رسیدیم دی بر ساین ایکس باشد دو بر فقط یک عدد باشد اون عدد شما توری سوال باشه ما شما میده که ما و شما میتونیم بفهمیم و عدد ساین چه زاویه ای اون عدد شده او الفا رو ما شما که حد میتونیم با نان مثال ما شما این کار کردیم شده ساین مثلث با یک بردو دو ما هیچ کار ندارم یک بردو دو ساین چه زاویه یک بر دو ساین 30 درجه پس به جای نوشتن درجه صحیح خب پس ساین ایکس مساوی با ساین سی درجه یا گفتیم درجه رو میتونیم بر رادیان نوشته کنیم ساین پای بر شش پس ساین x مساوی با ساین پای بر شش خب فرمول رو فرمول باید ذنت داشته باشیم اگر ما حالت اول ما و شما مدل ما و شما چی ساین است در فرمول است چی میشه x ما و شما میشه دو کا مثبت الفا و چی x مساوی با دو کا مثبت پای منفی الفا صحیح است ای رو دور باید یاد داشته باشید دا این میمانیم پس میشه ایکس ما شما میشه دو کپای مثبت سی درجه یا دو کپای مثبت سی درجه هم پای بر شش بود دیگه پای بر شش که کای ما شامل چی است زید است زید چی بود اعداد تام و ایکس ما و شما چی است دو کپای مثبت پای منفی سی درجه یا دو کپای مثبت پای منفی پای بر شش که کای ما و شما چی است شامل زید است خب این معنیش چی است شاگرد عزیز گفتیم معادلات مثلثاتی پیر... چی است پریودیک است یعنی تعداد جواباش لایتناهی است با اون خاطر ما این فرمول نوشته کردیم شامل عدد زید زید کداما بود صفر، یک دو سه چهار تا لای تنایی او برای منفی یک منفی دو تا منفی لای تنایی است؟ خب ما یک تا یک تا به جای که باید و عدد بانیم مثلا با نون مثال صفر بانیم به جای که اگر صفر بانیم میشه دوی زب در صفر. زب در پای پس این صفر باشه ضرب کنی کل صفر میکنه پس این سفر است میشه سی درجه پس یک تا جواب ما شما سی درجه است سی شد یا همون پای بر شش میشه دی ای بانی این صفر میشه همون پای بر هم همون سی درجه است یک تا دیگه اگر یک بانیم به جای دی پایین ده پایین صفر بان پس چی میشه؟ میشه دو زب در صفر زب در پای که صفر میشه میشه پای منفی سی درجه پای اگر شما شاگرد عزیز بر رادیان است شما برید به درجه تبدیل کنید میشه 180 درجه 180 منفی سی درجه میشه 500... 150 درجه پس یک تا از جوابای ما و شما سی درجه است یک تا از جوابای ما و شما 150 درجه است صحیح شد؟ حالا کار یک بان دو ظبد در یک ظبد در پای میشه دو ظبد در یک میشه دو ظبد در پای میشه دو پای دو پای برادیان برادیان است. شما به درجه تبدیل کنیم میشه 360 درجه جمع سی درجه میشه 390 درجه پس یک تا از جوابای از این معادله 390 درجه است صحیح دیب کار یک بان دو ظبد در یک ظبد در پای میشه دو پای دو پای به درجه تبدیل کنیم میشه 360 درجه یم چی هست یم 180 منفی 3 درجه میشه چند 150 360 با 150 رو باید جمع بسازیم درست است 360 با 150 میشه 460 50 دیگه بالاش اضافه کنیم میشه 510 درجه صحیح است فرمول شده رقم نه پس یک تا جواب دیگه ما شما 510 درجه است پس به اون, خ... اون خاطر ما شما کر میتونیم یک عدد بانیم یک دو سه چهار فرق نمیکنه هی hey, به ما و شما دو تا جواب متفاوت میته صحیح پس به او خاطر معادلات مسلسه چون جوابش لایتناهی است باید این دو فرمول یاد داشته باشیم. حالا اول پس چی است ساین ایکس اگر مساوی با تی شد بعد اختصار کردن به این شکل ما اختصار کردیم ساین ایکس مساوی با یک عدد شد صحیح است این دو فرمول باید یاد داشته باشید پس ایکس ما و شما میشه چی؟ دو کاپای مثبت الفا و ایکس ما و شما میشه دو کاپای مثبت پای, پای منفی الفا سیست و یه الفا چیست؟ شما باید بفهمید که اینی تی ما و شما که عدد شده زا... ساین چه زاویه او میشه و یه عددم هم طوری به ما و شما که ما یاد داشته باشیم اما جدول سی درجه، 45 5 درجه و 6 درجه را داشته باشیم میتونیم کار کنیم درست است؟ پس از حالت اول ما و شما. ما تختر پاک میکنم حالت دوم و سومم میگم که به چه شکل میباشد درست است؟ خب شاگرد عزیز یک تا مثال دیگه کار کنیم از حالت B. حالت ب ما و شما به شکل است حالت دوم دیگه حالت اول گفتیم حالت اول به چه شکل بود بعد اختصار کردن به ساین X مساوی با یک عدد میرسیدیم نه اما حالت دوم بعد اختصار کردن به کوساین ایکس مساوی است با یک تی میرسیم به عنوان مثال و ما و شما میتاد دو تا کوساین ایکس منفی جذر دو مساوی است با صفر فیس ما رو باید اختصار کنیم اختصار کنیم چیکار میکنیم شاگرد عزیز این منفی جذر دو انتقال بدن پس میشه دو کوساین ایکس مساوی است با جذر دو اطراف تقسیم بر دو میسازیم چون ضریب ما و شما چند است اینجا دو است یعنی دو کد دو اختصار پس کوساین ایکس مساوی است با جذر دو بر دو صحیح شد پس به این رسیدیم بعد اختصار کردن وقتی که کوساین بود ساین که یادتان هست نه گفتیم که ما و شما چیکار میکنیم یک کوساین خودش نوشته میکنیم مساوی است با یعنی تیر هم. ما و شما عددش توری است که شما میتونید حدس بزنید که کوساین چه زاویه مو تیمش عالی ده اینجا جذر دوی بر دو چه زاویه جذر دوی بر است آفرین 45 درجه اگه اون جدول که یادتون باشد 45 درجه چه بود جذر دوی بر بود پس به اینجا میتونیم نشه کنیم کساین الفا سیست پس ده اینجا چی میشه انی ایکس خودش مساوی است جذر جذر هم نوشتم درجه 45 درجه اگر به رادیان تبدیل کنیم چی میشه؟ میشه کوساین پای بر 4 45 درجه بر رادیان میشه پای بر 4 فرمولش یاد دارین تبدیل میکنین دیگه نه؟ آلی ده اینجا جواب آخر جواب فرمول کلی چی میشه؟ ایکس ما و شما میشه چی؟ فرمولش یه است دو کپای دو کپای مثبت منفی الفا که کم شامل زید است پس د کوساین فقط همیسته دو کپای مثبت و یک بار با مثبت یک بار با منفی فکر کن باشه چقدر از د ساین چی بود دو کپای مثبت الفا و دو کپای مثبت مثبت پای منفی الفا فرق میکنه پس کوساین نیسته دو کپای مثبت منفی الفا یک بار مثبت یک بار منفی صحیح خب اینجا ما میتونیم دریافت کنیم پس شاگرد عزیز دریافت کنیم پس ایکس ما شما چی میشه ایکس ما شما میشه دو کپای مثبت منفی الفا ما و شما 45 درجه است چلو پج درجه یا میتونیم بگیم دو که پای مثبت منفی پای بر چهار سیست که ک ما و شما شامل زید است حالا اگر کر ما و شما صفر بانیم چه میشه جوابش صفر بان دو زب در صفر میشه زب در پایی میشه صفر میشه مثبت منفی ۴ درجه مثبت ۴ و درجه و منفی چوپج درجه کر یک بان دو ضرب یک میشه دو دو ضرب در پای میشه دو پای دو پای چند است دو پای به درجه اگه تبدیل کنیم میشه 360 درجه 360 مثبت 45 360 منفی 45 جوابش دراف میکنه جواب میشه کار دو بان باز دراف میشه کار سه بان دراف میشه کار منفی هم بانیم جواب درافت میشه دراف صحیح است پس چون ک شامل چی است شامل زید است دیگه یعنی ک ما شامل زید است صحیح شد پس یه از حالت دوم شاگردان عزیز حالت دوم گفتیم چی بعد اختصار کردن کوساین ایکس مساوی با یک عدد شود اون عدد تاوری است گفتیم توری است که تو میتونی عدد بزنی که کوساین چه زاویه و عدد است به عنوان مثال جذر دوی بر دو شده اینجا در ما جذر دوی بر دو کوساین چه زاویه جذر دوی بر دو است 45 درجه او جدول که اگر یاد داشته باشی صحیح خب اما شاگرد عزیز حالت سوم چی رقم است حالت سوم دقت کنید من تختر پاک میکنم حالت سوم خب شاگرد عزیز حالت سومش به این شکل است حالت سوم اگر ما و شما بعد اختصار کردن به این برسیم که تانجانت x مساوی با یک تی یا کوتانجانت هم تانجانت هم کوتانجانت فرق نمی از این حالت استفاده میشه ما و شما چیکار میکنیم این تانجانت x خودش نوشته میکنیم مساوی است به جای تی هم تئوری است که ما و شما تانجانت و زاویه یاد داریم پس میشه تانجانت الفا تانجانت الفا سایست باز ایکس ما و شما رابطه چی هست؟ میشه که پای دو, دو نداره دیگه فقط در که میشه که پای مثبت الفا که که ما و شما شامل زید است سعی شد در پس حالت سوم هم برای تانجان و هم برای کتانجانت چون در کارخانیگه کتانجانت هست و از این حالت سوم باید استفاده کنیم پس چی میکنه او عدد اول بعد اختصار کردن توری او عدد دریافت میشه که ما و شما از جدول سی چلپن شفت ما میفاهمیم که تانجانتش چند است سیست و خب تانجانت الفا رو دریافت میکنیم زاویه الفا رو دریافت میکنیم و رابطه بین ایکس و الفا چی میشه که پای مثبت الفا فقط که دو که نداره سعی فکرتون باشد پس هم از حالت سوم که تانجان باشد یا کوتانجان باشد میتونیم دریافت کنیم درست شاگرد عزیز پس شاگردای عزیز درس امروز ما و شما چی است خلاص شد معادلات مثلثاتی را ما با این سه حالت میتونیم کار کنیم البته شاگردای عزیز این فقط ما یک کمی چی مختصر برتان گفتیم در کتاب ما و شما همه خبیشتر نگفته در اگه معادلات مثلثاتی دقیق بخوایم حالات متفاوت چه بخوایم کار کنیم چی است در صنف 11 هم کاملا میخوانیم که دقیق چی است پس فعلا در سوالایی که در کتاب ما و شما است همه خاص ما, ما و شما میتونیم با این سه حالت کار کنیم درست است خب عزیز و گرامی پس معادلات مسلساتی را خاندیم و گفتیم که سه حالت دارد و ما میتونیم از این سه حالت کار کنیم درست است؟ پس من اینم تیک مارک میکنم خب شاگرد عزیز کارخانگی چی است؟ تمرین های صفحه 122 کتاب باید حل کنید به ما روان کنید از طریق واتساب نمبرش هم 20964 780 255 40 13 درست است؟ شاگرد عزیز پایان فصل چهارم فصل چهار ما و شما خلاص شد به خیر درس بعدی فصل پنج شروع میکنیم درست است؟ خب شاگردهای عزیز و گرامی مانده نباشین به خیر باشین وقت خوش خدا